از دید قرآن صبر علم هست، صبر علم هست. هر کس که بدونه صبر میکنه، هر کس ندوند صبر نمیکنه. این مثالی، شما وقتی کودک خودتون بیمار هست، دندونش درد میکنه، میبرید پیش دکتر، دندان پزشک، خب شما خودتون میدونی که این کودک شما چه رفتاری خواهد داشت، سر و صدا میکنه، گریه میکنه، حتی لگد میزنه، به پزشک بد میگه، اجازه نمیده. با چی؟ شما مجبورید دستشو بگیرید، یکی پاشو میگیره، یکی سرشو گرفته، دهانشو باز کرده، به خاطر اینکه این دردی که داره، دندانی که فاسد شده میخواد بکشن. اما این کودک نمیدونه که این کاری که پزشک میخواد برای او انجام بده به نفع اوست، در مقابل یک انسانی که عاقل هست، خودش میره پیش پزشک، خودش موعد میگیره، نوبت میگیره و شتاب هم داره زود این دندان فاسد رو بکنه، صبر میکنه و چه بسا امکان داره پزشک تشخیص بده که اصلا این امکان داره نتونه تخدیر بشه، بیهوش بشه، این قسمتش ناچار درد رو تحمل کنه بدون استفاده از تخدیر موضعی، تحمل میکنه، دندونش رو میکشن، چون میدونه که این به صلاحش هست. پس علم هست در اینجا، دانستن هست. اونجا اون کودک نمیدونه که میخوان این دندونی که بکشن یک کمی درد میکشی، ولی این دیگه درد از بین میره، دندان فاسدی است، این همین درد داره تو رو اذیت میکنه. اما یه درد کوچیکی متحمل میشی، این پزشک میاد دندانتو میکشه، راحت میشی. نمیدونه. اونی که عاقل هست خودش میاد درد متحمل میشه، به خاطر اینکه یک درد طولانی را، دردی که براش واقعا زندگی را تلخ کرده، از بین ببره. پس صبر شناخت هست.